یه آخر هفته دیگه است و میخوایم دوباره با هم سری بزنیم به صفحه حوادث روزنامه ها و خبرگزاری های ایران من امینم و به چنل فیکشن خوش اومدید سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه همونطور که حتما میدونید هفته گذشته ما ویدیو نداشتیم روز جمعه و خب این هفته شاید یه ذره پروپیمونتر از هفته های پیش باشه اومدیم که دوباره صفحه حوادث روزنامه ها و خبرگزاری های ایران رو با هم دیگه بررسی بکنیم و این توضیح رو بدم هرچند که میدونم در جریان هستید اما فکر میکنم برای دوستانی که تازه به جمع ما اضافه شدن بد نباشه که دوباره اشاره بکنم ما فقط آخر هفته است که میریم سراغ حوادث ایران و در بقیه روزهای هفته مخصوصا روزهای زوج پرونده های جنایی از سر تا سر کره خاکی رو بررسی میکنیم اگر به این سبک و سیاق از ویدیوها علاقه دارید اگر به ژانر ترو علاقه دارید حتما همراه ما باشید زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید زنگوله کنارش رو فعال بکنید تا از ویدیوهای جدیدمون باخبر بشید خیلی نمیخوام هاشیه برم میرم سراغ اصل مطلب و احتمالا پر هاشیه ترین و پر سر و صداترین خبری که امسال به گوشمون خورده پیدا شدن یک قاتل سریالی زن در ایرانه کلسوم که ما ویدیوش رو دو هفته پیش کار کردیم لینکش رو میذارم این بالا اگر ندیدید حتما نگاش بکنید یک قاتل سریالی زنه که شمال کشور فعالیت میکرده و خب اون موقع مشخص شده بود و اعتراف کرده بود که هفت نفر از شوهرهاش رو کشته. حالا توی این هفته یه سری جزئیات بیشتری از کلسوم منتشر شده یک مصاحبه کوتاهی ازش منتشر شده که خب مصاحبه رو من نمیتونم اینجا براتون بذارم شامل کپی رایت میشه و این حرفا میذارمش توی کانال تلگراممون و چنل یا پیج اینستاگراممون آیدیش رو می نویسم این پایین ولی این کاش رو توی توضیحات میذارم از اونجا میتونید پیدا بکنید برید حالا توی تلگرام اگر راحتید یا اگر توی اینستا راحتید هر جایی که راحتید برید مصاحبه کامل این آدم رو ببینید اما خب اگه بخوام خیلی جزئی براتون تعریف بکنم کلسوم گفته که من 14 بار ازدواج کردم اولین بار که خب خیلی کم سن و سال بوده و شوهرش با مرگ طبیعی فوت میکنه و بعد از اون هم 13 بار دیگه ازدواج کرده بوده به صورت دائم یا موقت حالا توی هفته گذشته اعتراف کرده که من 11 تا از این 14 تا شوهرم رو کشتم خود کلسون که 56 سالشه میگه که من از سال 80 مردای پولدار تنها و سندار رو پیدا میکردم بعد از اینکه باهاشون آشنا می شدم و ازدواج می کردیم بعد از دو ماه حالا یا شاید هم یه ذره کمتر می با قرص قند قرص بیماری دیابت و حوله اونها رو به قتل می رسوندم پولای زیادی هم از این روش به دست آورده چند تا ویلا داشته که ارزش هر کدوم میلیاردی بوده و خودش میگه اینکه من از این راه پول در می آوردم باعث می شد که به قتلام ادامه بدم کشتن این مردهای موسن برای من مثل یک جنون شده بود مثل یک جنون برام عادی شده بود و اگر پلیس منو دستگیر نمی کرد حالا حالا ها احتمالا این کارم رو ادامه می دادم. کلسوم از اون کیسای عجیب و غریب ایرانیه واقعا ما قبل از اون مهین قدیری رو داشتیم که توی قزوین پیر زنهای موسن رو می پشت. البته ما برای اون هم یک ویدیو کار کردیم لینک اون رو هم میذارم اگر دوست داشتید میتونید نگاه بکنید اما کلسوم عملا تعداد قتلاش بیشتر از مهین قدیریه و کلسوم بعد از مهین قدیری دومین زن قاتل سریالی ایرانیه فکر میکنم این خبر لازم بود بهتون بگم خبر تکمیلیه و مطمئنم بعد از این هم جزئیات بیشتری از این پرونده منتشر میشه حتما اگر جزئیات جدیدی بیاد اون رو به شما هم اطلاع میدم اما بریم سراغ خبر دوم نقطه شروع خبر دومی که میخوام براتون تعریف بکنم اواخر سال 99 همون موقع ها سال 99 گشت پلیس بهارستان تهران نزدیک اسلام شهریناس بهارستان اگه اشتباه نکنم داشته توی شهرک قائمیه تو همون بهارستان گشت میزده که میبینه کنار خیابون یک پراید نقرهی پارک چراغاش روشنه و به نظر مشکوک میاد میره یه سرگوش یاب بده ببینه چه خبره که متوجه میشه یک آقایی پشت فرمون نشسته گلوش چاقو خورده و جونش رو از دست داده در کنارش روی صندلی شاگردم یک آقای نشسته که خیلی هم دست پاچه است دستگیرش میکنن متوجه میشن اسم اون کسی که رو صندلی شاگرد نشسته بوده محسنه کسی هم که پشت فرمون بوده فرید 47 ساله است که جونش رو از دست داده همونجا محسن میگه که من با همکاری همسرم الناز فرید رو کشتیم بعد از این اعتراف محسن خب الان باید پلیس الناز رو پیدا میکرده میرن دم در خونش میبینن که الناز تو خونشه الناز رو هم دستگیر میکنن میارن اداره پلیس و حالا نوبت بازجویی بوده توی بازجویی ها این دو نفر حرفای جالبی میزنن محسن میگه که فرید همسایه ما بود و من متوجه شدم که یه چند ماهی با همسرم رابطه داره اون روز از همسرم خواستم که یه قرار ملاقات باش بذاره و بعدم رفتیم سر قرار خانومم با خودش تناب آورده بود منم با خودم چاقو داشتم زنم این تناب رو پیچید دور گردن فرید منم با چاقو به ضربه زدم و وقتی که میخواستیم ماشین رو ترک بکنیم و به اصطلاح فرار بکنیم مامورای پلیس رسیدن خانومم فرار کرد منم هم که همونجا دستگیر شدم پزشک قانونی گفته بوده که دو تا بریدگی عمیق روی گردن این فرید بند خدا وجود داره اما خب علت اصلی مرگش فشار بر عناصر حیاتی گردنش یعنی خفه شده بوده همسرش هم الناز میاد همین حرفه رو تکرار میکنه و خب عملا جفتشون به قتل اعتراف کرده بودن دیگه حالا باید پرونده رو پلیس میفرستاده به دادسرا تا به جنایت های اینها توی دادگاه رسیدگی بشه و ببینیم که اصل ماجرا چی بوده توی دادگاه اینا چی تعریف میکنن و خب در نهایت حکم قاضی چیه اول جلسه دادگاه پسر قربانی پسر فرید میره میگه که من قصاص میخوام من به همراه دوتا برادرم برای این دو نفر قصاص میخوام اینا پدرمون رو خیلی بد کشتن انقدر پدرم پشت فرمون ماشین مقاومت کرده بوده که فرمون پرا کج شده بوده اینا بیرحمی کردن بیرحمانه بابامو کشتن حالا هم باید قصاص بشن بعد از این پسر الناس که 38 سالش هم هست میره توی جایگاه وای میسه و میگه که فرید همسایمون بود با ماشینش کار میکرد و من هر بار که میخواستم برم جایی شوهرم برام آژانس میگرفت بعد از یه مدتی بهم گفت دیگه نمیخواد آژانس بگیری هر جا میخوای بری با همین فرید برو من فرید رو خبر کردم بهش گفتم تو با فرید برو به خاطر همین ما شمارمون رو رد و بدل کردیم و بعد از یه مدتی فرید شروع کرد به من پیغام دادن و سعی کرد با من آشنا بشه و ما هم آشنا شدیم و حدود 6 ماه بود که با همدیگه رابطه داشتیم الناز میگه که توی این مدت 6 ماه فرید 8 مرتبه به من تجاوز کرد میگه که اولین بار من دو تا بچم رو بردم پارک با فرید هم رفتیم من دو تا بچه رو گذاشتم تو پارک بعد خودمون رفتیم یه باقی پشت خونمون و اونجا فرید شروع کرد به من آزار رسونن بعدش هم تهدیدم کرد که اگه حرفی به کسی بزنم میاد و یه بلایی سر ما میاره به خاطر همینم هم من سکوت کرده بودم اونم میدونست که من میترسم و به کسی چیزی نمیگم هفت بار دیگه هم به من تجاوز کرد در مورد روز حادثه هم میگه که آخرین بار ساعت 8 صبح داشتم اسمس میدادم به فرید که همسرم متوجه شد من واقعیت رو بهش گفتم و ازش خواستم که از همدیگه جدا بشیم اما قبول نکرد محسن از من خواست که یه قراری با فرید بذارم خودش یه چاقو برداشت یه تنابم داد به من و گفتش که من فقط میخوام فرید رو بترسونم اصلا نگفتش که من میخوام بکشمش یا حرفی از قتل به من نزد ساعت نزدیکای های هفته غروب بود من و شوهرم سوار و ماشین فرید شدیم خواستیم که ما رو ببره به همون شهرک قائمیه وسط راه شوهرم بهش گفتش که اگه میشه یه دقیقه ماشین رو نگه دار و بعدم به من اشاره کرد من بعد از اشاره شوهرم تناب رو انداختم دور گردن فرید شوهرم هم دو تا ضربه چاقو به گردنش زد و من که ترسیده بودم تناب و ول کردم و از ماشین پیاده شدم همون لحظه دیدم که دست فرید تکون میخوره و اون زنده است و خب خونم از گردنش جاری بود میگه که من قصد کشتن فرید رو نداشتم و به خاطر ترسی که از شوهرم داشتم این کارو کردم اگه من قاتل بودم که خب شوهرم رو میکشتم شوهرم مواد مخدر مصرف میکرد معتاد بود سر کار نمیرفت اذیت میکرد من اگه قاتل بودم اون رو میکشتم بعدم باز تکرار میکنه که آره وقتی که من پیاده شدم فرید زنده بود شوهرم بوده که اون تناب رو بعدا کشیده دور گردن فرید و اون رو کشته و من بیگناهم وکیل الناز هم میاد میگه که بعد از اینکه موکل من بازداشت شده روی گردنش کبودی های عمیقی وجود داشته که این نشون میده که شوهرش قبل از اینکه فرید رو بکشه قصد داشته که این رو بکشه و خب الناز خیلی میترسیده از شوهرش حال استرار داشته مجبور بوده و این حرفا و خب حالا الان نوبت محسنه که بره توی جایگاه قرار بگیره و از خودش دفاع بکنه محسن چهل ساله میره میگه که من ساعت هشت صبح از خواب بیدار شدم متوجه شدم که الناس همسرم داره به یک نفر اسمس میزنه من سواد نداشتم بهش گفتم چیکار میکنی گفت دارم به خواهرم اسمس میدم پیگیر ماجرا نشدم اما اصر همون روز به دلم بد اومد گفتم که باید این ماجرای اسمس رو پیگیری بکنم ببینم قضیه از چه قراره همون موقع زنگ زدم به خواهر زنم و اون گفتش که من یه چند روزیه که از الناز خبر ندارم و خب معلومه که الناز اسمسی نداده بوده به خواهرش دیگه اینجا من یه ذره ناراحت شدم البته خب شکم کردم رفتم پیش زنم گفتم که راستش رو به من بگو اونم گفتش که من یه مدتیه که با فرید این همسایهمون در ارتباطم و اون یه چند باری به من تجاوز کرده و منو آزار داده و این حرفا من از شنیدن این حرفا اینا رو محسن داره میگه من از شنیدن این حرفا خیلی عصبی شدم و بزنم گفتم که دست بچه ها رو بگیر و برو بیرون یه چیزی بخر عملا فرستادتشون دنبال نخودسیا همون موقع هم یه تناب آوردم از سقف آویزون کردم میخواستم خودم رو بکشم اما الناز یهو وسط را سر رسید منو نجات داد من بهش گفتم که این رسوایی اصلا من نمیخوام دیگه این زندگی رو نمیخوام و این حرفا به خاطر همین توافق کردیم که با همدیگه خودمون رو بکشیم من دو تا تناب دار درست کردم اولیش رو میخواستم بندازم دور گردن الناز اون رو خفه کنم بعد خودم رو بکشم اما خب یهو یه دیدیم که خب ما اگه این کار رو بکنیم بچه هامون چی میشن دلمون برای بچه هامون سوخت تناب رو پاره کردم و اونجا بود که الناز به من پیشنهاد داد که باید بریم فرید و بکشیم اگه تو این قضیه کسی قراره بمیره اون فریده و خب اینجا محسن میگه که الناز بوده که پیشنهاد کشتن فرید رو داده محسن در ادامه میگه همون موقع صدای فرید از توی کوچه میومد که داشت با تلفن با یه نفر صحبت میکرد من تصمیم گرفتم که همون موقع نقشه رو اجرا بکنیم رفتم جلوی در بهش گفتم که میشه من و زنم رو برسونی به قائمیه و خب سوار ماشینش شدیم من یه چاقو داشتم النازم یه تیکه از همون تنابایی که پاره کرده بودیم رو با خودش آورده بود و راه به بهونه این که میخوایم بریم دستشویی بهش گفتم میشه وایسی و اون هاشیه جاده زد بقید همون موقع الناز این تناب رو دور گردن فرید انداخت و گفت این همون کسیه که به من تجاوز میکرده فریدم شروع کرد به التماس کردن و گفت اشتباه کرده و این حرفا و من اینجا مطمئن شدم حرفهایی که الناز داشته به هم میزده راسته تناب را از الناز گرفتم اما فرید مقاومت کرد الناز از من خواست که اون رو بکشم منم دو تا ضربه با چاقو به هی زدم و خب چون رانندگی بلد نیستم نمیتونستم این چراغای ماشین رو خاموش بکنم میخواستم این کارو بکنم اما بلد نبودم خیلی ترسیده بودم الناز پیاده شد که با سنگ چراغای ماشین رو بشکونه که خاموش بشن منم میخواستم یه سری وسیله تو ماشین بردارم که به نظر صحنه دزدی بیاد حالا پلیس رو میخواستن گمراه بکنن میگه الناس که پیاده شد چراغا رو بشکونه یهو ماشین پلیس سر رسید الناس فرار کرد و خب بعدش هم که دستگیر شدی حرفای محسن اینجا تموم میشه حالا نوبت به وکیل محسن بوده وکیل محسن میگه که الناس توی بازجوییاش گفته که من حدود یک دقیقه تناب رو دور گردن فرید نگه داشتم وکیل محسن میگه اگه فرید ورزشکارم بود بالاخره توی این یک دقیقه خفه میشد و همونطوری که میدونیم علت اصلی مرگ فرید اون ضربه های چاقو نبوده بلکه خفگی بوده در ادامه هم وکیل محسن میگه که این الناز توی بازسازی صحنه که فروردین 1400 انجام شده خودش گفته که من با فرید رابطه داشتم اما وقتی شوهرم متوجه شد علکی گفتم که اون به من تجاوز میکرده که تا با احساسات شوهرم بازی بکنم و خب اینجا وکیل محسن خیلی دست بالا رو داشته بعد از این حرفها و بعد از این حدیث ها و طولانی شدن دادگاه بچه های مقتول میان میگن که ما الان که حرفای این دو نفر و حرفای وکلاشون رو شنیدیم دیگه از دست محسن شکایت نداریم فقط حکم قصاص رو برای الناز میخوایم بعد از این حرفا قاضی میره تا تصمیم بگیره و بیاد رأیش رو اعلام بکنه و در نهایت الناز رو مقصر اصلی قتل فرید میدونه و براش حکم قصاص میبره برای محسن هم حکم معاونت در قتل میبره حکم رو میده اما خب وکیل ناز به این حکم اعتراض میکنه و حکم میره به دیوان عالی کشور اونجا حکم نقض میشه و قرار میشه که دوباره از اول همه این پرونده بررسی بشه تا ببینیم که رأی دادگاه تجدید نظر چه خواهد بود اگر خبر جدیدی از این پرونده هم به دستمون برسه یا توی خبرگزاری ها منتشر بشه حتما اون رو به شما هم اطلاع میدم خبر سوم و آخری که میخوام براتون تعریف بکنم خیلی جنایی نیست قرار نیست در مورد قصر صحبت بکنم اما میخوام از یک قاتل سریالی براتون بگم یه بنده خدایی میره پیش پلیس فتا میگه که من توی شبکه های اجتماعی یه نفر پیدام کرده به هم پیغام داده که من یک قاتل سریالی ام اگه فلان مقدار پول به من ندی تو 48 ساعت آینده میام میکشمه در واقع تهدیدش کرده با این گزارش مامورین پلیس فتا شروع میکنن پیگیری کردن میبینن آره واقعا یک آدمی یک صفحه ای ساخته توی شبکه های اجتماعی و میگه که من قاتل سریالی هم عکس قاتل سریالی از همه جای دنیا رو هم آورده و داره بقیه رو تهدید میکنه باج میخواد ازشون و این حرفا میرن یارو رو دستگیر میکنه دستگیر میکنن میارن میبینن یک جوونیه که نه سابقه داره نه تالا درگیر شده نه اصلا بلد دعوا بکنه و یه آدم هر چی هست خلافکار نیستیه میدونی چی میگم خلاصه میگیرنش میارنش پلیس فتا و الان پلیس فتا گفته هر کسی از این آدم شکایت داره بیاد شکایتش رو مطرح بکنه و اینم به نظرم کیس عجیب و غریبی بود که توی یکی دو هفته پیش اتفاق افتاده بود آدمی که ادعا میکرد قاتل سریالی در صورتی که اصلا گروه خونیش به این حرفا نمیخورد امیدوارم که گروه خونی هیچ کسی به این حرفا نخوره فکر میکنم برای این هفته کافی باشه البته که نمیتونه جبران قصور هفته پیش رو بکنه غیبت هفته پیش رو بکنه اما خب چه میشه کرد آدمی و زندگی و این حرفه امیدوارم که هر جایی که هستی تنتون سالم باشه امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه اگر دوست داشتید فراموش نکنید که ویدیو رو لایک بکنید برای دوستانتون بفرستید و اگر هنوز ما رو دنبال نکردین یادتون نره که ما رو سابسکرایب بکنید ممنونم ازتون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشید